با آقای سیر قریشی آگاه اقتصادی که از لندن روی خط اسکایپ با ما وصل است. آقای قریشی سلام بر شما خوش آمدید. سپاس از اینکه فرصت گذاشتید. پروژه افغان ترانس چگونه یک پروژه است و چه اهمیت بر افغانستان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما بینندگان شما و همکاران تخنیکی تان علیکم. خط آرمه افغان که تقریبا در حدود 740 کیلومتر طول داره و ای افغانستان به ازبکستان و پاکستان وصل میکنه و این پروژه قرار است که تا پایین سال 2027 آه، آه، تکمیل شود و ما در فبروری سال 2024 شاهد بودیم که اداره ملی رای آهن ازبکستان و امارات متحده عربی یک یادداشت تفاهم یا ام را میمورندم اف برای آغاز مطالعات امکان سنجی برای رای آهن ترانس افغان امضا کرد و در او شرکت ایدیل که تحت حمایت امارات متحده عربی است مطالعات انجام خواهد داد و نتایجش با مؤسسات مالی و بین المللی و کسایی که در پروژه داخل بودن اشتراک به اصطلاح شریک خواهند کرد و در جولای 2023 ما پاکستان و ازبکستان و افغانستان شاهدش بدیم که پروتکل برای اتصال شبکه ریلی ازبکستان با رای آهن پاکستان امضا کرد و همچنان ناگفته نمانه که قزاقستان و ازبکستان برای ساخت خط آهن ترانس وارد یک سرمایه‌گذاری مشترک شدند که قزاقستان البته قصد داره که مواد مورد نیاز مسیر را, را البته تامین کنه بله. و در کل پروژه البته کاهش زمان و هزینه حمل و نقل کالا بین آسیای مرکزی و بنادر پاکستان است چون فراموش نکنیم که ازبکستان نیز یک کشور مهاد و است مانند افغانستان بله. و همچنان این دور حمل و نقل ایرویشا را ایجاد میکنه و به کشورهای آسیای مرکزی البته امکان دسترسی به بندر در اقیانوس هند فراهم می سازه بله یعنی و... یه این خط آهن میتونه بستر همکاری خوب را بین دو آسیای مرکزی و جنوبی فراهم بکنه بدون شک شما ببینین پروژه های مرتبط که امی خود پروژه ترانس افغان است پروژه کاسای است که از مرتبط است و هدف از او صادرات برق آسیا مرکزی به افغانستان و هند است و هی پروژک هست آسیا مرکزی را با آسیای جنوبی وصل میکنه و به صورت کل گفته میتونیم که پروژه رای ترانس افغان برای افغانستان از جهت مختلف میتونه منفعت انگیز باشه بله. افغانستان که به توسعه برسانه اشتغال زایی و ما دسترسی به منابع مالی داشته باشیم و همچنان ای رای آهن یک کوریدور اقتصادی را بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به وجود میاره و همچنان پروژه ترانس افغان افزایش امنیت و ثبات منطقه بیشتر کمک میکنه چرا که فراموش نکنیم که همیشه مسائل اقتصادی وابسته و مسائل سیاسی می باشه که در این پروژه منفعت مثلا ازبکستان و قزاقستان و افغانستان و پاکستان همگی می باشه و همچنان این رای آهن زمان محموله ها را بین ازبکستان و پاکستان حدود پنج روز کاهش می ده. یعنی به این معنی که ارزش یا گزینه به حساب حمل نقل تقریبا در حدود چل فیصد پایین میاره و همچنان بله. رای آهند تجارت منطقه‌ای را به یک رشد اقتصادی کمک میکنه ولی باید بگیم که این پروژه بعض چالش های متعدد خود هم هم داره از اون جمله میتونیم بگیم که مناطق کوهستانی در افغانستان وجود داره که ما نتونستیم که نظر به مسائل جنگ های دهه ها زیربناهای خود به اصطلاح آماده بسازیم و مشکلات حل نشده که میان افغانستان و پاکستان وجود داره و ما همیشه تنش های سیاسی با پاکستان داشتیم و در بل, مقابل پاکستان سرادات خود در مقابل افغانستان در وقت فصل میوه و ترکاری و یا که میباشه بند بن و حتی پروژه ابتاره یا قرارداد ابتاره که امضا کردیم خلاف از او عمل میکنن و حتی تعرف های گمرکی به هزار فیصد بالا بله. و دیگه این پروژه آه... افغان ترانس آه... در راستای حل این مشکلات چقدر موثر میتونه باشه خب اینال ببینید که این پروژه واقعا بیشتر ما خو یک هب ترانزیتی استیم در قط افغانستان که هم هب ترانزیتی گفته میشیم و هم میتونیم که از این مسیر کالای خود انتقال بتیم. ولی اینجا بیشتر منافع را به اصطلاح پاکستان به اصطلاح یعنی آه... کشورهای آغاز انجام این خط برمیدارن هم ازبکستان و هم پاکستان به اصطلاح به خاطر هزینه عمل نقل کالا بین آسیای مرکزی و بنادر پاکستان میتونه که به اصطلاح به یک یک خط آهن بسیار آه آه خوب باشه و در پلی از افغانستان از فیس ترانزیت که به دست میاره به اصطلاح از این میتونیم ما هم استفاده کنیم ولی ما میتونیم که از این خط آهن که به اصطلاح تکمیلش در 2027 گفته شده که و بیشتر منافعش پاکستان میگیره افغانستان هم از این گزینه بعض اوقات استفاده کنه از لحاظ بله. سیاسی چرا؟ آیا برآورد صورت گرفته که به طور تخمینی افغانستان ضمن اینکه میتونه کالاهای خود را انتقال بده چقدر میتونه درآمد داشته باشه از این مسیر خب تا بال رقم دقیق تثبیت نشده و تا بال صورت نگرفته ولی میتونیم بگوییم که میلیون ها دلار البته افغانستان از از این خط میتونه استفاده کنه تعلق میگیره که چقدر ترافیک یا مثلا چقدر حمل و نقل از این اهتوار ماهوار سالانه صورت میگیره فعلا خود من بر شما اشاره کردم که ازبکستان فعلا در صدد زی است که اینا بعض امو مسائل تکنیکی زیر مطالعه کنه و خاطر در فبروری سال 2024 اونا یک امویو را با امارات متحده عربی امضا کردن که نتایجش با مؤسسات مالی و بین المللی و کسایی که در شریک هستن اشتراک میکنن امرایشان فراهم بسند در ولی ازی نقطه آخر میخوایم بگویم که پروژه این پروژه تقریبا 7 میلیارد دلار هزینه کار داره که یک, یک مقدار بسیار زیاد است که ببینیم میره آیا بانک توسعه آسیایی چقدر در اشتراک میکنه و دیگر گذارهای خصوصی سپاسگزارم از حضورتان آقای قریشی